همه ما کمی تا قسمتی در مورد هیتلر میدونیم و در مورد او ذهنیت خاصی داریم. اما مورخان، روانشناسان و دیگر دانشگاهیان شواهدی رو در مورد زندگی شخصی آدولف هیتلر بررسی کردن که شاید برای شما هم جالب باشه. اینجا موج معکوسه و میخواییم بریم ببینیم این تازه ها چیه. ممنون که با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت میکنید. بسیاری از خواهران و برادران آدولف در جوانی فوت کردند. پدر هیتلر پیش از اون که کلارا پولزل رو به همسری انتخاب کنه دوبار ازدواج کرده بود. اون زوج دارای 6 فرزند بودند، اما تنها 2 فرزندشون به سن بزرگسالی رسیدن. یکی از اونها آدولف بود و دیگری پائولو خواهر کوچکترش. هیتلر اتریشی بود نه آلمانی. آدولف هیتلر با وجود اینکه ارتباطی با آلمانی ها داشت در واقع در آلمان متولد نشده بود. او در اصل یک تبعی اتریشی بود. آدولف در برناو مستقیماً در مرز باواریا متولد شده و از دوران جوانی در مدرسه احساسات آلمانی به او القا شد. این امر در اون زمان غیر معمول نبود، زیرا بسیاری از اتریشی ها از دولت اتریش مجارستان رنجیده خاطر بودند و خودشون رو بیشتر آلمانی می دونستن تا اتریشی. آدولف از پدرش کتک می خورد. آلویس پدری سختگیر بود و آدولف رو به مدرسه می فرستاد، اما پسرش کاملا از درس متنفر بود. آدولف با معلمانش می جنگید و نمرات ضعیفی می گرفت. او همچنین با پدرش دعوا می کرد و مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. اما مادرش بسیار نرمتر و با وجدان تر بود، اما نمی دونست چگونه می تونه جلوی عصبانیت همسرش رو بگیره. هیتلر تلاش می کرد که به یک هنرمند تبدیل بشه. جالبه بدونید پدر هیتلر یک کارمند دولتی بود و برنامه هایی داشت که پسرش هم راه او رو دنبال کنه. اما آدولف ایده های دیگه ای داشت و به سمت خلاقیت زندگی کشیده شد. آلویس در سال 1903 پیش از اتمام مدرسه پسرش درگذشت. با این حال کلارا به پسرش اجازه داد مدرسه‌اش رو تغییر بده. او این کار رو در سال 1904 میلادی انجام داد و عمل کردش در مدرسه هم تغییر کرد. یعنی بهتر شد. آدولف علی‌رغم جذب شدن به سوی هنر تا سال 1907 تصمیم نگرفته بود که میخواد به یک هنرمند تبدیل بشه. پس از مدتی او به وین نقل مکان کرد و تلاش کرد وارد آکادمی هنرهای زیبایی وین بشه. اما در امتحانات ورودی سال 1907 و 1908 مردود شد. پس از اون به او پیشنهاد شد که توجه خودش رو به سمت معماری معطوف کنه. اما یا به دلیل پول و یا شرایط نداشتن این کار رو هم انجام نداد. هیتلر با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد. شکست هیتلر در زمینه رشته و حرفه انتخابی باعث شد که روی وضعیت مالی اون هم تأثیر بذاره. او در جایی که میتونست به عنوان کارگر مشغول به کار می‌شد و سپس سعی می‌کرد نقاشی‌هاش رو بفروشه. اما نتونست پول کافی رو برای تأمین هزینه‌هاش به دست بیاره. در دسامبر سال 1909 پیش از اینکه بتونه پول کافی برای نقل مکان به یک خوابگاه مردانه رو پیدا کنه، برای مدت زمان کوتاهی در یک پناهگاه بی خانمان‌ها زندگی می‌کرد. وضعیت هیتلر در سال 1913 با ارثی که به او رسید به شکل چشمگیری تغییر کرد و با اون پول تونست به مونیخ بره و در اونجا به دنبال کسب ثروت بیشتر بود. مدل عجیب سیویل هیتلر. جالب بدونید هیتلر تا زمان جنگ جهانی اول و در میانه اون سیویل بزرگی داشت. با این وجود به او دستور داده شده بود که کناره های اون رو کوتاه کنه تا بتونه ماسک ضد گاز رو به راحتی روی صورت خودش قرار بده. نتیجه اون دستور سیبیل مسواکی هیتلر بود که اون تا آخر عمر اون رو حفظ کرد. میدونستین هیتلر عاشق حیوانات بود؟ رهبر آلمان علی‌رغم شهرت غیر انسانی خودش در واقع با حیوانات مهربان بود. با ابتکار عمل هیتلر، نازی‌ها قوانینی را برای رفاه و آسایش حیوانات تنظیم کردند و برخلاف قوانین انسان‌محور در سایر نقاط جهان در اون زمان، قوانین آلمان بر اساس احترام به حیوانات به خاطر خود حیوانات بود و نه به خاطر منافع انسان‌ها. بسیاری از مقام‌های ارشد نازی حافظان محیط زیست و محیط بانان بودند. هیتلر به مدت 7 سال بدون تابعیت بود. آدولف هیتلر در فاصله زمانی سالهای 1925 تا 1932 میلادی فاقد تابعیت بود. او به دلیل نفرت از امپراتوری اتریش مجارستان تابعیت اتریشی خودش را رها کرد. اگرچه او در جنگ جهانی اول برای آلمان جنگیده بود
و متعاقباً وارد سیاست آلمان شد، اما تابعیت آلمانی نداشت. این موضوع او را از نامزدی منع کرد و او را در معرض خطر اخراج از آلمان قرار داد. این وضعیت در سال 1932 میلادی، زمانی که وزیر کشور وقت هیتلر را به عنوان شهروند آلمانی پذیرفت و به او سمتی اداری بخشید، تغییر کرد. هیتلر گیاه‌خوار شد. به گفته وزیر تبلیغات آلمان نازی، گیاه‌خواری هیتلر مبنای اخلاقی داشت. هیتلر قصد داشت بعد از جنگ کشتارگاه‌ها را در سراسر رایش ممنوع کنه. آلبرت اشپر، دوست هیتلر، نقل کرده که او چگونه بر سر میز شام داستان‌های وحشتناکی از سلاخی حیوانات تعریف می‌کرده تا مهموناش از خوردن گوشت منصرف بشن. هیتلر در سال 1938 زمانی که پزشکان او را تحت رژیم غذایی بدون گوشت قرار میدن، گیاه‌خوار میشه. او به جای پنهان کردن این واقعیت به گیاه‌خواری خودش ادامه میده و به انتخاب سبک زندگی خود بسیار افتخار می‌کرده. هیتلر سگی به نام بلوندی داشت. بلوندی که توسط مارتین بورمان، منشی ویژه هیتلر، در سال 1941 میلادی به او هدیه داده شد، یه سگ از نژاد ژرمن شپرد بود که هرگز شخص هیتلر رو ترک نکرد. هیتلر به بلوندی به شدت وابسته شد و در طول جلسات و نشست‌ها برای بازی با او و آموزش ترفندها به او استراحت می‌کرد. بلوندی در سال 1945 در کنار هیتلر جونش را از دست داد. هیتلر پیش از شلیک به سوی خود به بلوندی کپسول سیانور خورانده بود تا زودتر از خودش بمیره. البته این سگ تنها سگی نبود که هیتلر صاحب اون بود. هیتلر در طول جنگ جهانی اول با یه سگ ولگرد از نژاد فاکستریر هم آشنا شده بود که او را دنبال می‌کرد. هیتلر نام فوکسل رو برای اون سگ انتخاب کرد و گفته بود که زمانی که در سال 1917 اون رو از دست داد، دچار اضطراب شدید شد. هیتلر پیش از بلوندی صاحب یه سگ از نژاد ژرمن شپرد هم بود، نژادی که به او علاقه زیادی داشت. هیتلر در سال 1942 میلادی یک سگ ژرمن شپرد دیگه هم برای خودش انتخاب کرد که اون رو جفت بلوندی قرار داد. او رو به خونه آورد و نام اون رو بلا گذاشت. شاید باور کردنی نباشه، اما هیتلر از سوت زدن لذت می برد. او عاشق موسیقی بود و ریچارد واگنر آهنگساز مورد علاقش بود. با این وجود وقتی سوت می زد، متوجه می شد که تمایل خاصی به دو آهنگ داره. آهنگ اول چه کسی از گرگ بد بزرگ می ترسه؟ و آهنگ دوم هم وقتی آرزوی یک ستاره داری بود. زمانی که حالش خوب بود، در حضور دوستان و مهمانان اون را اجرا می کرد. جالبه بدونید که هیتلر دوست نداشت زود از خواب بیدار بشه. زود بیدار شدن از خواب موضوعیه که بسیاری از افراد از اون لذت نمیبرن. اما هیتلر به طور کلی حتی در طول جنگ هم از اون خودداری میکرد. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.